عالم دین ما عکس دختره کمی کشی که ولی اینو توس ای گلوبند سل که ای گلوبند ما بود در گردن از اوس او دخترم یکی از دعوتگران تو هم یکی از دعوتگران ما تنها گپی را که میخواییم بزنم امی که برادر سر هر دعوتگری که خدا خیست دعوتگر میگیره چشیدن مشکل نیست ما در عصر آزادی زندگی میکنیم برای چی من نیست هیچ نیازی برای از این نیست که من برادر گل باز زیاد من زیاد که چی مشهور شم خمو ملت که مرا میشناخت میشناسه همسون سالای مرا میشناسه دیگه نیازی برای از این که دیگر بشناسه نیست به او خاطر بزرگان و ارجمندان گرامی من با کمال احترام از تمام بزرگانی که با من بودن در این مدت گیت شدگان گفته تو خام شدی پخته هم نمیشی خی که پخته نشدیم خواستگاری آمدیم هم همشیری 18 سالی تا دیگه کسبتی خلاص هم خواستگاری آمدیم هم 18 سالی نو پستان کدگی رو بتی به یک جوان سعی اگه آمدم من خواستگاری برای خانم دوم بازم شیره رو دیگه کسبتی اید نتی دیگه بناهن دوستان ارجمند و گرامی و عزیز آجی هستی گفته تو را خوب میشناسم خوب میشناسی؟ بسیار خوب اینال خوب است که میشناسی که اگر آمدیم کدام ممانعتی نباشه حداقل آریا گفته دیگه به شورت نیاز نیست نه دیگه آریا عزیز اینال توهین کرد اینی نفر سلکو اینی نفر توهین کرد اونا من نمیفهم که چی رقم گرس رفت کارش دیگه دوست عزیز دیگه برادری من من دیگه دا بعد از این درگیر نیستم شورای نظاریستی جانم استی از بی وحدتیستی جانم استی از این حکومتی های امروزی نستی جانم استی دکتر نجیبیستی جانم استی کارملیستی جانم استی ترکی خیل استی جانم استی از بی وحدتیستی جانم استی بیادر گل اخوانیستی جانم استی جمعیتیستی جانم استی فلانیستی جانم استی دیگه من قد کی درگیر استم قد هیچ کس و یک تشکر آلبرت اینشتین عزیز آلبرت اینشتین گرامی تشکر و یک موضوع دیگر که من خواستم خدمتتون بگویم من برای روز تاریخ 19 یک برنامه من دارم تا تاریخ 19 من تحقیق میکنم تاریخ 19 من عرض من مینیس یک آدمی که تازه تکفیر شدیم عرض من مینیس یکی از ملحدهایی که مرا میگن عرض من مینیس یک مرتد عرض من مینیس یک کافری که به قول از اونو تازه شدیم به می ملت مسلمان پیش میکنم میگم او برادر یا ایوه ناس امی راهی کدام درست است این هم که میگم دیگه باز برنامه های انتقادی من به پایان میرسه بعضی از دوستایی که تماس گرفته بودن که برادر گل این برنامه ها باید چنین شوه و چنان شوه من با کس دشمنی ندارم با هیچ کس ما آقای ابو پشک میشناسم پدر از اونا را آدمی بسیار بزرگوار هستن یک نویسنده هستن اونا یک بزرگوار هستن من با ابو پشک مشکل ندارم مشکل من ابو پشک نیست مشکل یک می ایست که یک تعداد از دین ما استفاده میکنن امو رقمی که تو پار سال در دوران جمهوریت از قدرت وطن ما استفاده میکدی امی رقمی که امسال در روز آزادی و قول خودتان از قدرتتان استفاده کردین بچه بیادر گل خیست حرکت کرد از رنجرتان سبقت گرفت در پشت سرش قطع مرمی زدین امی رقم که از هر چیز استفاده کردین حال شما آمدین از دین استفاده میکنین از دین استفاده میکنین هدف میست ما برادر گل نه ما باشنیم چای ما بیارم
بسیار ببخشین، ما پرسش دارم، پرسش ما میخوایم یک جوان به پاسخ بده. ما هیچ نوه درگیری با ابو هریره و ایکس وای زد ندارم. ما با هیچ کسی بیادر گل درگیری و بدبختی ندارم. بیادر که ما چی شوه درگیری موضوعاتی باشم که بیادر گل مرا به نه مرا به آقای ایکس غرض است، نه مرا به آقای وای غرض است. بیادر رو نه به آقای وای غرض است، نه به آقای ایکس غرض است. اما من می نیست یک آدمی که توسط اونا کافر شمرده شدیم، من اعاده حیثیت میکنم. من که توسط اونا کافر شمرده شدیم اعاده حیثیت میکنم. می نیست یک کافر، سپاس تو رو باز عزیز، می نیست یک کافر. میایم برشون میگم که برادر، من خواه از طرف دین شما کافر شده بودم، اما این اساسیه هایی که شما انجام میدین دین هست. دن آمی رو میگم داگ از دا میدان، هر کس که از پیش دفاع میکنم جنگ میکنم با ما جنگ کنیم. من گپ خدا میزنم، آزادی بیان است. من برنامه نمیگیرم که بیادر گل تو چرا این کار کردی، چرا این کار کردی. من یک چند سوال دارم، چند سوال بسیارم تو قوی که نمیره. میخواییم به دوستای ارجمند و گرامیم یادآور شو و بعد از او خلاص. بعد از او برنامه که اگر گرفتم هم یک شبانه برنامه میگیرم. خوب است، جور است، جان جور و خیلی رو مقدر. درود دوستان عزیز، ما اینمی هدفم است و اینمی راکارم است و من امیدوار هستم به اینمی راکار و اینمی هدف به یک جای برسیم. دیگه خلاص به خلاص دوستای عزیز و گرامی، اگر شما میگین برنامه نگیرم، نمیگیرم. اگر شما میگین که من دیگه برنامه نگیرم، نمیگیرم. و اگر میگین که بگیرم، میگیرم برادر. قربانتان تشکر. امی مسئله را باز یک بار دیگر یادآور میشم که امینجا بیادر گل از بچه های شاخه شورای نزار و مقاومت و حزب وحدت و از این بچه های جهادی و اینا وجود دارن. باز میخوایم امیر یادآور شم که ارجمندان گرامی، من نه با دینتان غرض دارم، نه با آینتان، نه به مسعود بزرگتان غرض دارم، نه به استاد مزاری بزرگتان، نه به شورای نزارتان غرض دارم، نه به حزب وحدتتان، نه به جمعیت اسلامیت غرض دارم، نه به وحدت اسلامیت. تمامتان نور چشم ما هستین، برادران عزیز ما هستین. بعد از این شکایت هایی که شما داشتین از ما که فلانه مدیراتور بیادر گل جریان ما را توهین کرده، فلانه مدیراتور حزب ما را توهین کرده، فلانه مدیراتور رهبر ما را توهین کرده، یعنی امشب شما خودتان متوجه باشین که دیگه هیچ مدیراتوری در صفحه من نیست. این صفحه دوم ما است، در صفحه اول ما می کار کردیم. اگر شما دیدین که دیگه مدیراتور بود و مدیراتور ما توهین کرد برای شما، او وقت باز ما مقصر. ما برادر گل دیگه با هیچ کس طرف نیستم، با هیچ آدمی طرف نیستم. مرا چی که من بخیزم با حزب وحدت درگیر باشم؟ مرا چی که من برم بابا مزاری را توهین کنم؟ مرا چی که من برم مسعود را توهین بکنم؟ عامر مسعود به یک طیف وسیع از افغانستان خیلی جایگاه عالی و همه جانبه داره، از خانواده مشروع تا بسیار جایا. جناب مزاری در یک طیف وسیع از مردم جایگاه بسیار والایی را داره. دکتر صاحب نجیب در بین یک تعداد مردم بسیار جایگاه والایی را داره. شما اگر مخالفین نشستین، میتونین یک مشکل ایجاد شده بود. بچه هایی که با ما بودن اونا هم در یک بندش قرار داشتن، چیزی که دلشان میخواست گفتن نمیتونستن و ما هم در بندش بودم، مسئله حل شد. اینال دیگه بیادر گل هر کس به من غرض نیست. اینال اگر مو آدمی که دیروز مدیراتوری ما بوده، امروز اگر میای برای شما میتازه، برای رهبرتان، برای جریانتان، برای حزبتان، برای سازمانتان، دیگه من مقصر نیست. اما آدمی که دین روز مدیراتوری ما بوده، امروز میای بر تو میتازه، دیگه من مقصر نیستم. جرم عمل فردیست و بعد از این دیگه به من هیچ ربطی نمیگیره برادر. یکی و خلاص.
به زور نور سماوات و لرز. دیگه او طرف شد دوستان گرامی و ارجمندان و بزرگان و عزیزان خودشان میدانن و او طرف شد دیگه به ما چی نمیشه. ما با کس درگیر نیستیم. بیا در انتقاد نمی کنم اما یک گپی عادی را میگم. انتقاد نیست، یک گپی برادرانه است. همینجا یک نفر به نام حسین خیل، از لحظه که همینجا بیادر گل کامنت داده میره، من میبینم مر نه خوار گفته دو میزن نه مادر گفته دو میزنم. دینش هم همی آقای حسین خیل قطعی یکی از مدیراتورای ما درگیر بود، بالا میشد دو میزد پایانش منداختی، باز از دیگه اکاونت میامد باز دو میزد، باز پایان منداختی باز از دیگه اکاونت، باز میرقه با 15 اکاونت آمد دو زد. یکی از بزرگان و ارجمندانی که من دوستش دارم مدیراتور ما بودن، فرمودن که آپشن بلاک برای من باز کو که من یادم از اینه ما قدر اکاونت بلاک کنم. من یعنی در یک شب 15 نفر از اکاونتم بلاک شد. چرا شما به جای من باشی نمی کارو میکنید؟ درگیر با تو هست. وقتی با تو درگیر هستی قربانی رو چرا من با تو؟ او در برنامه من یک آدم ایست کامنت میتر شو. من دشمنی دارم امرایش؟ کدام روز با من بیترامی کرده؟ کدام روز من رو دو زده؟ کدام روز خاندان گفته من رو لگانده؟ نه. با تو درگیر است. در کجا درگیر است؟ در کدام لایو دیگه درگیر شده؟ حال در اینجا چرا بلاک شوه؟ چی نیاز که بلاک شوه؟ چرا بلاک شوه؟ و چرا من عمدتن همی کار بکنم که آقای اکس وای زیدی که با من هیچ دیدگاه بدی نداره من دو نمیزنم، من سرش بد نمیخورم، با همی دندان های ریخته هر زمانی که من میبینه سرش بد نمیخورم، من تا به هنوز دو نزده، به خاطر با شما مشکل داره چرا بلاک شده؟ چرا؟ تو به جای من باشه همی کار میکنی؟ نه بنان ما خو اگر ما مثال شو میگم، یک روزانه ده ها دانه لایف سر ما گرفته میشه، روزانه ده ها دانه لایف سر ما گرفته میشه، بسیار نفر رو ویدیو بالا میکنن که وقتش نیست زیاد شو ببینی و وقتش هم نیست که به هر کدومش پاسخ بدی. پالیسی ما هم همیسته که هر سر ویدیو بالا کد بالا کوچ سل مردگان پموش پسیغاه بیتا هم غاب هیچ مشکل وجود نداره. یک نفر دیگه ام شو میاد در برنامه من بلاک میشه و صبح خدا میگیره من رو دو میزنه. چرا می قربانی رو چی گفته بهتون؟ چی گفته ای قربانی رو بهتون؟ به چه خاطر؟ دوستا در پایین با آدرس هیچ یک از دوستای ما توهین نکنین لطفا، باز اگر نه من خودم میوتتان میکنم، مرا ببخشید. این حالا فهمیدن که دیگه چی نیست، هر چیزی که میگین بگوین نه اوتو نیست، اوتو باز من نمیمونم دیگه. خلاصه گپ همی دوستای ارجمند که من گپای خودا گفتم، من شب 19 بر تشکر یعقوبی صاحب بزرگ، شب 19 من یک برنامه دارم انتقادی نیست. او برنامه ای تو نیست که ابو پیشک خوارت، ابو پیشک مادر زن فرزند، نه مادر ابو پیشک مادر من میشه، چون من پدرش مثل پدر دوست دارم، من پدر ابو پیشک مثل پدر خود دوست دارم، به خاطر کو بچه جمشید شوله است. آقای شوله یکی از شخصیت های برجسته است، من خانواده ش احترام دارم، اما ایرم نمیشه که من خوار مادر گفته دوش بزنم، نه من سوال میکنم تنها و باید پاسخ ارائه شوه، یا خودش یا کس دیگی پاسخ ارائه شوه. برادر تو عالم دین ما عکس دخترک میکشی که ولی اینو توست، ای گلوبند سلکو ای گلوبند من بود در گردن عزوز،
او دخترم یکی از دعوتگران، تو هم یکی از دعوتگران. ما تنها گپی را که میخواییم بزنم امی که برادر سر هر دعوتگری که خود خیست دعوتگر میگیره چشیدن مشکل نیست. ما در عصر آزادی زندگی میکنیم، ما در عصر آزادی زندگی میکنیم. در کشورهایی که زیست میکنیم آزادی دین، آزادی اندیشه، آزادی تفکر داریم. آزادی دین، آزادی اندیشه، آزادی تفکر. وقتی این آزادی ها وجود داره، وقتی این آزادی ها وجود داره دیگه بیان اینا رو صحبت کنی. ایش اوتو نیست که عالم دین هرچی گفت بپذیر. اوتو نیست، تو عالم دین منی، تو عالم دین منی و مرا و من مینیست یکی از مریدای دین تو و یکی از کسایی که همیشه برای آیین تو و برای بزرگی تو، برای دینی که برای من ایجاد کردی از تو سوال دارم. عالم صاحب دین، من میتونم با یک دختر لب دلب عکس بگیرم بازده ویدیو پرتم از نگاه دین جایز است؟ من میتونم از رهگذر این که خودم یک زن باشم، خودم یک زن باشم و باز برم برادر گل در مکتبا رو بروی خواهرانم بسته بودنش با پذیرم، دخترهای بسته افغانستان فاحشه خطاب بکنم و خودم باز بیایم فحشای رسمی بکنم. ای از نگاه دین حقیقت است. خب اگر از نگاه دین حقیقت است این کارها، پس چرا مردم های بیچاره را که یک نفر دست زد نزد سنگسار کردین؟ رخشانه چرا سنگسار شد؟ اگر این که این گناه است، چرا رخشانه سنگسار کردین؟ از اینجا همونجا گفته بودن، گفتن رخشانه را فرخنده را نه، رخشانه او دیگه کس است، فرخنده دیگه کس است، چه گورای عزیز، رخشانه دیگه کس است. گفتن رخشانه به خاطر نپذیرفته بود با عالم دین عروسی بکنه، چون او 60 ساله و ای 18 ساله نپذیرفته بود، حکم سنگسار شد دادن در قضیه. تا آخرین سنگایی که در فرقش میخورد صدایش ما میشنیدیم، چیغ میزد و بیناموسا میزدنش. بناهن بزرگان و عزیزان، ما سوال داریم و سوال ما باید پاسخ داده شد. ما حرفی برای گفتن داریم، باید یه حرفای گفتنی ما مشخص شود. به تاریخ 19 اکانت ما باز میشه، بازی سوال رو ما میکنیم. هیچ مشکلی وجود نداره برادر که شما چی میخواین بکنین و چی. من دعو نمیزنم، من توهین نمیکنم، من تحقیر نمیکنم. من نه تحقیر میکنم، نه توهین میکنم، نه دعو میزنم، نه برادر گل کدوم گپ دیگه. این اصل کنین، در نیم ساعت، در نیم ساعتی که من لایف بودم و 158 نفر میبینه، این یک نفر نشته کرد نستوی پودری. اینو من چیزی شما نمیگم باشه. اینو دیگه نشته کرد پودر. ایره چی میکنم من؟ بلاک. چرا؟ که بی غم شوم. شبی بعدی باز در لایف من بیایه سر اصحاب رانر بلاک شد رفت. چیمه؟ نیسته که من مشکل داشته باشم برای از اینکه من نتونم میوتشان کنم یک 18-19 نفر دیگرم بیارم که بیادر شما بیاین نفرای مرا بیادر گل که اینجا مرا دشنام میتن. یک منفورم من نیستم در جامعه که اینقدر زیاد دشنام دهندگان داشته باشم که بیادر گل مرا به کمک ضرورت پیدا کنم. بنابراین دوستای ارجمند و گرامی، موضوع امی مسئله همینجاست که من یک مسئله را بررسی کردم، دیدم مدیراتورای گرامی من یک دی زیادشان، خداوند کمشان نکنه، درگیر هستند در صفحات مختلف با افراد مختلف با گروه های مختلف. من خوشحارم همیسته که جانم به مزاری، جانم به همسال مزاری، قربان بیادر گل پنشیر، قربان بیادر گل
کاپیسا قربان بیادر گل هزاره، قربان تاجک پشتون ازبک هزاره و کلش. نه با هزاره درگیر استم که هزارا دوم بزنن، نه با پشتون درگیر استم که پشتون دوم بزنه، نه با تاجک رو درگیر استم که تاجک دوم بزنه، نه با ازبک درگیر استم که ازبک دوم بزنه. در صدها دانه لایف رفتیم دوستای عزیز، به صدها دانه لایف. اونجا نفرا میگن که بیادر تو خو اینجا علی شورای نزار نیستی، تو خلای شورای نزار نیستی، تو پنشیری رو دو نمیزنی، اما در مدیراتور لایف تو پنشیری رو دو میزنه. دیگه گناه ما چیست؟ گناه ما چیست؟ من پنشیری رو دو نمیزنم. پنشیری نور چشمم است، پشتون نور چشمم است، ازبک نور چشمم است. سرم فدای خاک پای افغان ها، هم از ازاریش، هم از ازبکش، هم از تاجکش، هم از پشتونش، هم از کلش. نه با مسعود خیلیش مشکل دارم، نه با مزاری خیلیش مشکل دارم، نه برادر گل با هیچ کسش مشکل ندارم. برادر با هیچ کسش مشکل ندارم. مدیراتورای عزیز و بزرگوار، شما مردان خدا که لایف برگزار میکنین، مشکل دارین، درگیر میشین، نامک بیچاره من میره. من 40 ساله شدیم، من پیر شدیم، دندانایم ریخته، من دیگه حوصله ندارم، من دیگه انرژی ندارم، من دیگه نمیتونم برادر با این با آن با این با آن با این با آن با کلی از درگیر باشم به خاطر مدیراتورایم. بنان مرا به بزرگیتان ببخشین دوستای ارجمند، مرا واقعا شما ببخشین، واقعا مرا ببخشین که من این کار کردم و من به این کار ادامه میتم. مرا شما به بزرگیتان ببخشین. من زور جنگ کردن با هیچ نوع گروه و جریان و افراد ندارم. من برادر گل دیگه نمیتونم با مردم جنگ کنم. اینمی لحظه دوستای عزیز سر کنین، اینمی ثانیه، این از لحظه که برنامه چالان شده 79 نفر از دهی لایف تا بال کس مر دو نزده دیگه. بناهن بیادر گل اینجا یک نفره کس فرزن یک آدم است میای اینجا کامنت میته، در یک لایف دیگه با تو درگیر است، تو اینجا میوتش میکنی، از من قار میشه. به او خاطر مرا به بزرگیتان کلتان ببخشین. هیچ کس مایت نشده که یک نفر مانده باشم یکی را میوت کرده باشم، یک نفر مانده باشم یکی را میوت کرده باشم. کل اگر ما کشیدیم یک نفر یا دو نفری که مانده، او دو نفر باز ما برد میگم کیست، خانهش رفتیم، آدرس خانهش را میشناسم، خودش را دیدیم، فیزیکی ششتیم، قصه کردیم. آدمیست که میشناسم را، آدمیست که میشناسمش، و بیشترم در لایوان نمی باشن. یعنی شما اگر در لایوهای ما کدام مدیراتور را دیدین که وجود داشت و دیگر را نبود، باز من مقصر. در لایوی ما اگر شما دیگر مدیراتور دیدین، اونم من مقصر. یخنک ما بگی، توهینم کو، دشنامم بته، بگو که برادر گل اینه سلکو که تو بیادر این کار کردی. هر مدیراتوری را که در لایف ما دیدین، ما به بزرگیتان مرا ببخشین دوستا، به بزرگیتان مرا ببخشین. دمی هر جایی که بالا میشم روزانه ده دانه تلفن به من میایه، ولی مدیراتورت ما را دو زد، ولی مدیراتورت سر ما برنامه گرفت، ولی مدیرات. من میگم او برادر خداوند می نخیر نه، او تک سایبم چی شدن برادر افغان وطن، او تک سایبم به بزرگیشان مرا ببخشن، او تک سایبم به بزرگیشان مرا ببخشن. بله، اگر او تک سایب میموند ایجا بسار بچه های دیگه بودن که خفه میشدن. او تک سایبم مرا به بزرگیش ببخشه، آوالا او تک سایبم مرا به بزرگیش ببخشه. و دوستای عزیز پشتون و تاجیک و ازبک و هزاره، هر چی دوست و عزیزی که مدیراتور بود نیستن فعلا، یعنی خلاصه هیچ مدیراتور نیست در برنامه های ما بعد از این. یعقوبی صاحب تشکر. اینی کسی نمونده و کسی هم در برنامه ما بیادر گل دیگه مدیراتور نیست. من خودم پیش میرم در کامنت ها بیادر گل سعیس و سعین خیل صاحب، سعیس و تک صاحب آدم خوب است. آیا بچه های دیگه آدم خراب هستن؟ بچه های دیگه آدم های خراب هستن؟ وقتی که اگر یک کار کردی گفتی که هیچ مدیراتور نمیمانم، باید نمانی دیگه نی؟ این حال اگر اوتک صاحب مانده میشد، فلانی صاحب مانده میشد، بسمدانی و بسمدانی و بسمدانی کشیده میشد، خب باز اون نفر میگفت که خیلی عزیزم چرا ایت کار کرد؟
بناهن ارجمندان گرامی مرا به بزرگیتان ببخشین. هر کس که از من خفص خیر مرا دو بزنن، توهین کنن، تحقیر کنن، خاندان گفته مرا بلگانن، هیچ مشکل وجود نداره، مرا به بزرگیشان ببخشن. من برادر عزیز و ارجمند مرا دیگه به بزرگیتان لطفاً، شما من کوچک، شما بزرگ، مرا به بزرگیتان شما لطفاً معاف کنین. دوستای عزیز، به خدا و قرآن من عذرآمیزانه برای دوستای ارجمند و گرامی میگم، با قرآن حوصله جنگ کردن با هیچ گروهی ندارم، هیچ ندارم با کسی جنگ کنم، درگیر شوم با هیچ انسانی، نیاز به درگیری ندارم با هیچ انسانی، علاقه به جنگ ندارم. مرا چی به جنگ؟ من خالی به مینت، من خوشحال ساله شدم، مرا به جنگ غرض نیست برادرم، مرا به درگیری غرض نیست، من با هیچ کسی مشکل ندارم. و بزرگانم مرا به بزرگیشان، اما ارجمندان و بزرگان امیدوار هستم که از پیش من خفه نباشن. سلام و احترامات نسو صاحب به خودتان و برای بیننده ها. قربانتان بی بی سی ارجمند و گرامی، خوش آمدین به برنامه. خوش باشین محترم. آقای نسو، بسیار کار خوبی را کردین و ما خوش هستیم از این کار را، از این اقدامی را که شما کردین، چون در دمی صفات مجازی ما هم بسیار گپای را میشنیدیم که اگر جای حرف میزدیم یا سخن میگفتیم میگفت مدیراتور نستو صاحب نادری چونین میگه چنان میگه. ای برای خود شما هم یک سردردی بود، برای ما خود که بود یا نبود نستو صاحب، برای خودتان معلوم است که در صفات مجازی ما هستیم، یگان کارهای میکنیم که شاید خوش بعضی ها بیایه، یگان کارهای میکنیم که شاید خوش بعضی ها نیایه، و ما هیچ وقت نمیخوایم مثلا کاری را که ما میکنیم خدای ناکرده او بیاید در اونا بیاین شما را حرفای بزنن که مدیراتور چنین گفته چنان گفته. دیگه میگه پس بسیار یک تصمیم نیک گرفتین و ما هم در این تصمیم خوشحال هستیم نستو صاحب، ما همیشه دوست داریم، بزرگوار هستین، بدون از این مدیراتوری برای ما هیچ فرق نمیکنه، مهربان هستین، نمو محبتی را که در مقابلتان داشتیم، احترامی را که داشتیم داریم و همیشه خواهد بود محترم. شما را خداوند همیشه سربلند داشته باشه. بی بی سی عزیز، یک جان سپاس، تشکر، خداوند کمت نکنه. من میدانم که تو میدانی نی بی بی سی عزیز، فرض مثال یک تعداد بچه های جوان مدیراتورای ما بودن، مملو از انرژی، مملو از همه چیز، مملو از همه حرف، مملو از همه گپ، دیگه مشکل برشون نیست. مخو درگیری خانوادگی که بیادر گل تفلا باید مکتب برن بیاین، کار خانگی خود نشته کنن نکنن، درس خواندن خودم رفتن و آمدن، تنها در تیک تاک برای یک چهار دقیقه که من میایم به خاطر عزیزه که یک چهار دقیقه ما حرف بزنیم. خواستی میخیزی که شش روی بالاش را که مدیراتور نستو این کار کرد، مدیراتور نستو اینی باز وحشتناک میشد. اما بچه هایی که مدیراتور بودن زیر فشار بودن که ولی من این گفه بذارم باز قطعی آدم از من خفه نشه، اما زیر فشار بودم که این آدم این گفه میزن دیگر را مرم آکم میگه، به او خاطر اینمی بهترین راه شد، ما هم آزاد شدیم، بچه ها هم آزاد شدن. 100% نستو صاحب، بسیار کار نیک، بسیار کار خوب شد، امی یک آرامش به شما هم بخشید و همون تو که گفتین برای دیگه بچه ها هم بخشید. دیگه ما همیشه هستیم، بازم دوستتان داریم، از دوستتان را خست میشم، لایفک خوش هستیم در پایین، محترم هستیم. سلام علیکم، اول ما را زنده و سلامت داشته باشه. دوستان گرامی و ارجمند، یک موضوع براتون میگم. پس از این برادر، ما در تیک تاک براتون معلوم است، در تیک تاک همه چیز برادر گل و ارجمند روی یک مسئله میچرخه، مسئله بیننده، مسئله لایک، مسئله سر زبان بودن، مسئله این چیزا. ما دوستای عزیز از 18 سالگی سر زبان ها بودیم، ما دیگر نیازی برای مشهور شدن ندارم. 18 ساله بودم، مرا مردم افغانستان میشناخت و محبوبم بودم، حالا خب محبوبیت از دست رفت که بیادرهای مسلمان امی چارچ من خلاص شده، من یک چارچ کنم خدا. دیگه گپا همه قدر بود، من خواستم برتان بگویم دیگه، اینا رو بیادر گل و او طرف شده دیگه، دوستان و عزیزان و بزرگان و ارجمندان و خوش اقبالان و علما و روحانیون خودشان قضاوت کنند.
حرفی برای گفتن ندارم، باز انشالله به تاریخ 19 باز یک لایف میایم از اکانت اصلیم، باز اونمونجا بیادر گل انشالله که یک برنامه قوی میداشته باشیم. تاودم و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.